آخوند رافیزی میگوید قرآن کتاب هدایت نیست. قرآن انا دائما اقول ان القرآن وظیفته الاساس ليس الهدايه. نعم. النبي عندما يقول اني تعرف فيكم الثقلين ما تمسكتم بما لن تضلوا بعدي ليس وظيفته الاساسيه الهدايه، انما وظيفه القران كما يذكره هو القران هو الايصال الى الامامه، ليس وظيفته الاساسيه الهدايه، انما وظيفه القران كما يذكره هو القران هو الايصال الى الامامه. بیننده گرامی، کفرگویی ناخن را شنیدید که میگوید وظیفه اساسی قرآن هدایت نیست، یعنی قرآن کریم صلاحیت و لیاقت هدایت مردم را ندارد. این نمونه ای از اعتقاد آخوندهای رافضی درباره قرآن کریم است. این قومی از قرآن بی خبر نمی دانند که الله متعال در مورد کتاب بزرگ خود چنین می فرماید. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الف لام میم این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است. و در آیه دیگر می‌فرماید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. همانا این قرآن برای هدایت می کند که آن استوارتر است و به مؤمنانی که کارهای شایسته و پسندیده می کنند مژده می دهد که آنان پاداش بزرگ دارند. اما این آخوند رافیزی می گوید که وظیفه قرآن تنها رساندن امامت است و بس. ليس وظيفة الأساسية الهداية، إنما وظيفة القرآن كما يذكره هو القرآن هو الإيصال إلى الإمامة. ليس وظيفة الأساسية الهداية، إنما وظيفة القرآن كما يذكره هو القرآن هو الإيصال إلى الإمامة. ما از آخوندان رافضی که امامت را رکن دین باطل خود می‌دانند و از قرن‌ها بدین سو دست و پا می‌زنند تا دلیل بر این ادعا بیاورند و تا به حال نتوانستند حتی یک دلیل هم در این مورد بیاورند می‌پرسیم آیا در قرآن کریم آیه وجود دارد که حتی ظاهر آن بر امامت علی رضی الله عنه یا امامان دوازدگانه دلالت کند؟ علمای اهل سنت بارها آخوندان رافیزی را به چالش کشیدند که حداقل یک دلیل از قرآن کریم بر ثبوت این رکن دینشان بیاورند، ولی تا به حال قادر نشدند و تا قیامت هم نخواهند شد.